سرخط خبرها. چین خطاب به آمریکا: هر کس با آتش بازی کند می‌سوزد. ماجرای سقوط سقف هواپیمایی ایران. دبیر ستاد نهی از منکر: بعد حجاب ها جریمه نقدی می‌شود. و آخرین اخطار به رئیسی. مشروع اخبار. چین خطاب با آمریکا: هر کس با آتش بازی کند می‌سوزد. فرستاده ویژه چین در شبه جزیره کره در واکنش به سفر هیئتی از کنگره آمریکا به تایوان از واشنگتن خواست تا به مداخله در امور داخلی این کشور پایان داده و به سیاست چین واحد پایبند باشد. به گزارش ایسنا، به نقل از تاس، یک شنبه هیئتی 5 نفره از قانونگذاران آمریکایی به سرپرستی اد مارکی، سناتور دموکرات ایالت ماساچوست، در سفری از پیش اعلام نشده وارد تایوان شد، موضوعی که خشم پکن را به دنبال داشت. لیو شیائومینگ، فرستاده ویژه چین در شبه جزیره کره، در توییتی نوشت: این یک حرکت بسیار خطرناک است، چیزی مثل بازی با آتش. هر که با آتش بازی کند می‌سوزد. و افزود: ما از کشورهای زیرفت می‌خواهیم که به سیاست چین واحد پایبند باشند، مسائل تایوان را به درستی مدیریت کنند و از مداخله در امور داخلی پکن دست بردارند. این مقام چینی ادامه داد: هر کس که بخواهد از اتحاد مجدد چین جلوگیری کند، با دیوار بزرگ فولادی ساخته شده توسط بیش از 1.4 میلیارد نفر در این کشور روبرو خواهد شد. پس از سفر اخیر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، که خشم پکن و تمرینات نظامی در مرز تایپه را به دنبال داشت، ترس از تشدید تنش بین چین و تایوان در پس زمینه سفر جدید مقامات آمریکایی افزایش یافته است. ماجرای سقوط سقف هواپیمایی ایران. سقوط سقف هواپیمایی ایران ایر تیتر ویدیویی بود که در روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر شد که به گفته مدیر روابط عمومی این شرکت، به دلیل باز شدن گیره نگهدارنده سقف داخلی هواپیما به دلیل وزش باد شدید و تکانهای هواپیما به این علت، در هنگام فرود اتفاق افتاده است. به گزارش ایسنا، پرواز تهران تبریز شرکت هواپیمایی ایران ایر در 2 روز گذشته با حادثه‌ای همراه شد که حاشیه‌هایی را در فضای مجازی ایجاد کرد. در ویدیویی که توسط یکی از مسافران این پرواز ضبط شده بود، بخشی از سقف هواپیما روی سر مسافران افتاد، آن هم در شرایطی که گفته شد خلبان این پرواز یک بار نتوانسته بود در فرودگاه تبریز فرود بیاید و دوباره برای نشستن در باند دیگر این فرودگاه تلاش کرد. دبیر ستاد نهی از منکر: بعد حجاب ها جریمه نقدی می شوند. خبرگزاری صدا و سیما نوشت: هاشمی گلپایگانی تاکید کرد در طرح افاف و حجاب ستاد، بعد حجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده سازی و مجازات هایی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می شوند. در همایش ملی افاف و حجاب که با حضور دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر سه قبه برگزار شد، جعفر صادق منش با اشاره به فلسفه قیام امام حسین در اصلاح و بهبود حکمرانی افسود: افاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی یکی از مهمترین جلوه‌های سبک زندگی اداری است. وی افسود: در روز 21 تیر دشمن با خطای محاسباتی تمامی بازیگرانش را به صحنه آورد و هزینه گزافی کرد تا کارزاری به نام حجاب بی حجاب راه بیاندازد، ولی به قوه الهی در این کارزار بر اساس مستندات دقیق شکست خورد. همچنین در این رزمایش دبیر ستاد امر معروف گفت: طرح افاف و حجاب برای اصلاح وضعیت نابسامان و بلا تکلیف حجاب است و این ستاد با این طرح می‌خواهد گشت ارشاد را از مردم به سوی مسئولان ببرد. آخرین اخطار به رئیسی. خبرگزاری ایسنا: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در نسخ میان دستور خود خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: استان ویژه لرستان کجا رفت و چه شد؟ از طلا بودن پشیمان گشته ایم. مرحمت فرموده ما را مس کنید و همان استان معمولی را برای ما محاسبه کنید. طبق آمار در مصوبات سفر، شما به استان لرستان در قیاس با استانهایی که وسعت و جمعیت آنها حتی از لرستان هم کمتر است ظلم شده. به خصوص در حوزه کشاورزی این مصوبات ظالمانه است و به داد مردم برسید.
مرتضی محمودوند عنوان کرد زمانی تمام رسانه‌های معاند داخلی و خارجی به رئیس مجلس حمله کردند و فقط عکس دختر خانومی در یک اتوبوس در ترکیه را داشتند. به این دلیل به ایشان حمله کردند که کسی بود که سردار تهرانی مقدم و تمام بزرگان گفتند که اگر آقای قالیباف نبود ما در صنعت موشکی، هوافضا، نیروی انتظامی و شهرداری هیچ پیشرفتی نداشتیم. برای این است که رسانه و دشمن خارجی به هر بهانه اسم همین رزمنده‌ای که به او بی افتخار میگویند را میآورند، چون میدانند تنها برگ برنده جمهوری اسلامی در اجرا و کمک به ملت ایران همین رزمنده است و بنابراین از این رزمنده تشکر میکنند.